با سلام به شما بینندگان عزیز، صحبت امروز من در مورد مراسم تحلیف هست، مراسمی که قرار فردا انجام بشه. فکر میکنم برای همه ما روشنه که این مراسم برای حکومت تبدیل به یک مشکل شده، یک موزله، همونطور که مراسم تنفیزشون هم همینطور بود. نصفی از اینها قبول ندارن این رئیس جمهور رو، نیمی از خود حکومت این رو قبول ندارن. و حکومت منظورم فقط دولت نیست یا مقاماتش، از آیت الله های قم تا مجامع مختلف روحانیت و روحانیون و غیره تا مجلس خبرگان، بخشی از خود مجلس شورای اسلامی و بالاخره هم رفسنجانی و جناح به اصطلاح موسوی و کروبی و خاتمی و همه ایادی و دنبال روانشون، اینا هیچ کدوم قبول ندارن این دولت رو. و به همین خاطر این تبدیل شده به یک مشکلی برای جناح خامنه‌ای و احمدی‌نژاد، و به هر ترتیبی هست میخوان یک نوع رسمیت و قانونی به خودشون بدن. مراسم تنفیزشون رو دیدیم که یک بی‌آبروی کامل بود و تحلیفشون هم مسلما چیزی بهتر از اون از آب در نخواهد اومد. و از طرف دیگه میبینیم که مردم در خیابون‌ها بودن دیروز در مراسم به اصطلاح تنفیز و با شعارهای خیلی کوبنده جواب دادن و گفتن این حکومت تقلبه، این تنفیز هم بدتر از تقلبه و فقط رسوا شدن و بی‌آبروی بیشتر رو رژیم رو نشون میده، به اینجا منجر میشه. و این بازی ها قرار نیست، نه در میان مردم، نه حتی در میان جناح مخالف، کسی رو متقاعد کنه که گویا جناب احمدی نژاد رئیس جمهور این حکومت، حتی همونطوری که مثلا در دوره قبلی بود یا هم رئیس جمهورای قبلی بودن. این کاملا رسواست، بی‌اعتبار. مردم شعار دادن که این دولت مرده است، گفتن ندای ما نمرده، این دولته که مرده. حالا دارن رئیس جمهور این دولت مرده رو به زور تنفیز و تحلیف میخوان جانی در دمش بدمن و این هم ممکن نیست، این رو هم همه میبینن. سوالی که من میخوام اینجا در مورد صحبت کنم این هست که این مخالفت ما مردم با این بساط، با تحلیم و تنفیز و غیره، علتش چیه؟ ریشش کجاست؟ جناح موسوی و خود آقای موسوی اعلام کرده که مشروعیت سیاسی ندارند، یا در انتخابات تقلب شده و ایشون رئیس جمهور نیست بر اساس انتخابات. خب این یک وجه از اعتراض است، ولی آیا واقعا درد اینه؟ سوال من اینه که اگر جناب این آقای احمدی نژاد حالا رأیم آورده بود و تقلبی هم نشده بود، مردم دعوایی نداشتن؟ سر جاشون بود ایشون و قبولش میکردن؟ طبعا روشنه از قبل از انتخابات ما مردم تصمیم داشتیم که این دولت رو کنار بزنیم و نه تنها این دولت رو کنار بزنیم، بلکه میخواستیم یک دعوای و شکافی در بین این بالایا بیفته برای اینکه ما قدرت پیدا کنیم بریزیم و همشون رو جارو کنیم. این دعوایی که ما به این حکومت داریم، مراسم تحلیف و تنویز به این عنوان فقط جستی نیست، مانوری نیست، نمایشی نیست که جناح خامنه‌ای در برابر جناح موسوی رفسنجانی داره بازی میکنه یا اجرا میکنه. این بیش از همه تلاشی است برای یک نوع تنفیز خود جمهوری اسلامی، تقویت کل نظام، برای اینکه نشون بدن شرایط عادی هست، ما داریم کارمون رو میکنیم، مثل هر انتخابات دیگه‌ای در موعد مقرر رهبر اومد رئیس جمهور رو تنفیز کرد و بعد هم مجلس لابد مراسم تحلیف رو انجام میده و همه چیز سر جاش و به خوبی و خوشی داره میگذره. اینها دارن با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه میدارن، میخوام به هر ترتیبی شده اینطور وانمود کنن، خودشون رو بنذارن بیشتر گول بزنن تا مردم و بقیه رو، که ما سر جای خودمون هستیم، تغییری پیدا نکرده، حکومت همون حکومت جمهوری اسلامی است، این رژیم موندنیه و این آشوب ها هم تموم میشه، اراذل و اوباش یا خس و خاشاک یا هر اسمی که روش گذاشتن این هم تموم میشه و بعد به قول احمدی نژاد بعد که این جریانات تموم شد و این رئیس جمهور تثبیت شد، برمیگردیم و سر مخالفین رو به سقف میکوبیم. این خیال خوشی که اینا دارن، رویایی که اینا برای خودشون بافتن،
ما مردم اجازه این رو نمیدیم و این جنبش و این اعتراض اجازه این رو نمیده که اینا حتی این جست باثبات بودن و جا افتادن و عادی بودن رو به خودشون بگیرن، حتی اینطور نمایش بدن که این بحران تموم شد، این آشوب ها به قول خودشون تموم شد و حالا روز از نو و روزی از نو و جمهوری اسلامی سوار بر کارها و داره جامعه رو به پیش میبره و اداره میکنه و هرچی بود حول تقلب بود نبود انتخابات هرچی شد به سرانجام رسید، تحلیف و تنفیز هم پشت سر گذاشته شد. ما مردم این اجازه رو نمیدیم و تا حالا هم همینطور بوده. در مراسم تنفیز این بیشتر از اینکه نشوندنده ثبات رژیم و قدرت قدرتی حکومت باشه به نظر من کاملا عکسش بود، نشوندنده درماندگی و ضعف و استیصال این حکومتی ها بود. نه جرأت کردن از تلویزیون نشونش بدن و بعد هم صندلی های خالی رو نفهمیدن چه کار بکنن. خیلی از خود این بزرگان این حکومت از آیت الله هاشون گرفته و اعضای نهادها و ارگانها و مجالس و مختلفشون در این شرکت نداشتن و تحلیلشون هم مناسب تحلیفشون هم چیزی شبیه این خواهد بود، اگر بدتر از این نشه بهتر از این نخواهد بود. و مهمتر از این که فردا روزی است که ما مردم در صفوف گستردهی به خیابانها خواهیم آمد، اعتراض خواهیم کرد و این مراسم رو باید بر سرشون خراب کرد. از همون روز اول اینها باید ببینن، متوجه بشن که ما مردم اجازه نمیدیم حتی نمایش ثبات و قوام یافتن کارشون رو بدن و حتی تظاهر به این بکنن که خبری نشده. یک شورش هایی بود، یک اعتراضاتی بود، تموم شد. حالا رئیس جمهور ما قانونیه، مجلس پشتشه، رهبری پشتشه و میخواد بره مثلا سر مخالفینش رو به سخت بکوبه. چنین اجازه نباید بهش بدیم و فردا یک از اون روزهاست، روز تحلیف یک از اون روزهاست که ما باید وسیعاً به خیابون بیایم و اعتراض کنیم و در برابر اینها بایستیم. هر این رو باید ما مردم بدونیم که هر لحظه‌ای که به اینها مهلت و فرصت بدید اینها خودشون رو جمع جور میکنن و برمیگردن و میزنن. این اجازه را نباید بهشون داد. همونطوری که دادگاه‌های فرمایشیشون رو رسوا و بی‌آبرو کردیم و از این هم بیشتر خواهیم کرد، همونطوری که در شعارهای دیروز گفتیم شکنجه اعتراف دیگر اثر ندارد، فردا باید بفهمند تنفیز، تحلیف، تقلب اینها همه رسوا و بی‌آبرو هست و کسی با این نوع نمایشات عقب نمیشینه، حتی مبارزه کنتر هم نمیشه، حتی یک میلیمتر عقب نمیره، بلکه برعکس وسیع‌تر، طراحی‌تر و کوبنده‌تر میشه. فردا به نظر از این نقطه نظر روز مهمیه و ما مردم باید تلاش کنیم که در همه میادین شهرهای بزرگ، تهران و همه شهرها، همه محل تجمعات، اعتراضات مملو از جمعیت باشه و تاکتیکی که این روزها مردم به کار بردن و ما به خوبی آشناییم، باید کاری کنیم که نیروهای انتظامی حکومت پراکنده بشن، بنابراین در محلات مختلف، در میادین مختلف، در خیابان‌های مختلف باید به خیابون‌ها اومد و باید مراسم تحلیف این حکومت رو بر سرش خراب کرد و به اینها نشون داد که این حکومت رفتنی هست. ما مردم از جذب کردیم که کل این نظام رو سرنگون کنیم. شاد و پیروز باشیم.